با عرض سلام خدمت دوستان عزیز با ادامه مبحث SQL در خدمتون هستم جلسه قبل راجع به آپدیت صحبت کردیم و اینکه چجوری میتونیم دقیق ردیف هامون رو آپدیت بکنیم خب بریم سراغ این جلسه میخوام در با پاک کردن یه دیلیت صحبت بکنیم که چجوری ما میتونیم یه ردیف رو پاک بکنیم قبل از اینکه این کار رو بکنیم من میخوام یه دوست تا دانشجو جدید اضافه کنم به این جدولمون و بعد بریم صحبت شروع بکنیم کارمون رو برای اینکه حالا طولانی نشه ویدیومون من دستورش رو مینویسم بعد پوز میکنم برمیگردم خب من اینجا نوشتم بچه ها دو تا دانشجو جدید اضافه کردم insert into students اسم ستون ها values مقدار ها و پایینم هم به همچنین این رو اجرا بکنیم بچه ها این رو برش داریم خب بعد حالا این رو دوره من گردونم این رو دیگه پاکش میکنیم ببینیم اضافه شده یا نه خب بله فریبا جباری و سعید یاسری اضافه شد حالا بریم چجوری میتونیم اینا رو پاکشون بکنیم به عنوان مثال فرض کنید بچه ها من میخوام مثلا خانم سارا جمالی رو هست کنم ولی لیستم میتونم اینجوری بنویسم بنویسم دیلیت فرام اسم جدولمون که میشه استودنس ور آیدی مثلا مساوی هفت یه راه اینه این اجرا میکنم حالا اگه اون خط قبلی رو برگردونم بگه سال جمالی دیگه نباید باشه که هست چرا بچه چرا هز نشد چرا پاک نشد بچه این خطار نیا کنیم پایین میگه سیف آپتیت مودمون فعاله ویدیو قبلی راجع به صحبت کردیم که چجوری سیف آف دات مود رو بعد غیر فعال بکنیم. یه خط کد که الان می‌نویسیم و با هم دیگه غیر فعالش می‌کنیم. این این تو این پایین دارید می‌بینید بچه‌ها. خب از تو من اجرا شد بعد چه ها الان نیاکنی خانم سال جمعولی یعنی ردیف هفتمون دیگه نیستش من دیگه یه دفعه رفتم تو خود این قسمت بعد این بالا قسمت ادیت باز می‌کنید. بیا تو قسمت پریفرنس تو قسمت اسکیول ادیتور. این پایین بیاد این تیکو بردارید دیگه کامل دیگه برداشته میشه اون کد هم میتونید دیگه نزنید اوکی خب پس الان اون حذف شد من یه بار دیگه کنترل میزنم بچه ها و آی مساوی مثلا این دفعه میذارم 8 میخوام و جباری رو هم حذف کنم ببینید بچه ها خب حالا دوباره اجرا میکنم یا کنه هشتم هست شد فریم خواهی فریبا جباری خب مثال بعدی بیام دو تا دانشجو دیگه اضافه کنم بچه ها بعد رجوع صحبت کن insert into students id first name last name email values آیدیش رو مثلا بدیم ده این دفعه بعد فرس بدیم مثلا یاشار فاملیش هم مثلا بدیم سلطانی بعد ایمیلش هم مثلا اشتباه بدم مثلا بزنم یاشار دات اد ایمیلش رو ناقص بزنیم خب کار دارم می‌خوام خب، بهتون بگم چرا یه دانشجو دیگه اضافه کنیم بچه‌ها خب. این دفعه این آدیش رو میذارم یازده اسمش رو میذارم مثلا مریم مثلا فامیلش هم میذارم مثلا جوادی این دفعه ایمیلش رو مثلا میذارم مریم ادسان جیمیل همین اوکی خب اینو برداریم اینو اجرا کنیم خب حالا این اجرا کنیم بچه ها ببینیم بسیتون رو دوتا آخری اضافه شد حالا ما میخوایم یه دستور بنویسیم میخوایم بگیم که تمام اون افرادی که در حقیقت ایمیل ایمیل در حقیقت ولید نیست و پاک میکنی رو پاک کن چه کار میکنیم بچه من اینو پاک میکنم مینویسم دیلیت کن از جدول استودنتس هر کی که ایمیلش شبیه چی نباشه بچه ها درصد اد ساین درصد داد درصد اوکی ما گفتیم که آقا برو پاک کن از جدول استودنت هر کی که اینجا که بچه باشت. هر کی شبیه این نیست ایمیلش این دستور قبلی که من نوشتم همه اونایی که ایمیلشون درست بود و پاک میکرد اونایی که ایمیلشون شبیه این نیست رو پاک کن شبیه این یعنی چی یعنی قبل از سال هر چند تا باشه مهم نیست بعد از سال هم یه چیزی باشه بین اون و اون بعدیش رد دات باشه اوکی این شکلی میتونیم آخرش اصلا بنویسیم کام و خب امکان داره که ایمیلش کام نباشه میگم مثلا یکی دات آی باشه مثلا برای همین این قسمت رو میذاریم بمونه بریم اجرا کنیم بچه ها. خب حالا من میام دوباره این اجرا میکنم نگاه کنم دو نفر آخر هست شدن اونایی که ایمیلاشون در حد ایمیل استاندارد نبودن ولید نبودن خیلی خب ولی دیلیت کافی و ویدیو ویدیومون خیلی طولانی نشه بریم بیام جلسه بعدی راجع به مبحث بعدی فکر کنم میشه اگریگیشن فانکشن یا اگریگیشن فانکشن صحبت بکنیم فعلا خداحافظ